سلام دوستان عزیز امروز در خدمت شما هستم در رابطه با یه آموزش جدید و اینکه ما چطوری میتونیم این اکانت اون رو کانون آیدی سیف کنیم و خاطر این کار ما نیاز داریم باید بریم تو اون بخشی که ما, ما کانون ایدی رو اونجا و چطوری باید سیف کنیم میریم تو این یکی بخش خب ما اینجا, ما... اینجا الان چند تا گزینه هست چهار تا اکسس همته چپی ها رو اصلا بهش کار ندارم گزینه سمت راست و رو این عکس پایینی اینجا کلیک میکنیم و میریم داخل اینجا گزینه هاش رو شما میبینید به بقیهش کار نداریم گزینه سمت راستی و گزینه اول رو انتخاب میکنیم این گزینه ها خب ما روش کلیک میکنیم بریم داخل و ببینیم که بله اینجا هم شما میبینید دو تا گزینه هست این گزینه هست برای اینکه این, این گزینه اولی برای اینکه داخل گوگل پلی شما میتونید اکانت تو سیف کنید و گزینه دومی این برای اینکه شما بتونید داخل کنم ایدی اکانت رو سیف کنید خب ما چطوری بفهمیم که ما اکانتمون رو گوگل پلی یا رو کنم ایدی سیف می باشد؟ برای این کار معلومه وقتی ما اکانتمون داخل گوگل پلی سیف باشه اینجا یه سبزرنگ سبز میخوره که معلومه ما اکانتمون رو گوگل پلی سیف هست و یا اگر رو کنم آی دی سیف باشه باز هم همون تیک تو این قسمت میخوره یه سبزرنگ سبز رنگ میخوره که یعنی معلومه ما اکانتمون رو گوگل پلی یا رو کنم آی دی سیف هست الان از من همینطور که شما می‌بینید هیچی اینجا هیچ تیگی نخورده یعنی اکانتم رو هیچ حسابی رو هیچ کنم ای یا گوگل پلی سیف نیست من الان تازه میخوام اکانت من رو کنم ای سیف کنم با خاطر این کار من باید برم رو کنم ای اینجا کلیک کنم تا بریم داخل سایت کنم آ... بشم خب ما الان داخل سایت کنامی شدیم و اینجا دو بخش هست و خاطر اینکه ما تازه میخوایم اکانتمون رو کنامی ایدی سیف کنیم گزینه آبی رنگ روش کلیک میکنیم این گزینه گزینه قرمز هست برای کسایی که اکانتشون رو کنامی ایدی سیف هست و دیگه برای اونا این گزینه آبی رنگ دیگه برایشون نمیاد چون من اکانتم داخل هیچ حسابی سیف نیست الان این گزینه برام اومده و میخوام برم اکانتم رو داخل کنم ایدی سیف کنم برای این کار من این گزینه انتخاب میکنم میرم داخلش اینجا شما همینطور که میبینید اینجا یه لیستی میاد که همه شما باید پر کنیم هر چه لازمه اینجا بنویسیم و بعد بریم پایین خب همینطور که شما میبینید اینجا آه کوچکتر من این یکم اندازه شو کوچکتر کنم خب اینجا هست باید ما کشورمون رو انتخاب کنیم و این خیلی مهمه کسایی که از اول خودشون رو ثبت نام کردن یا خودشون رو کردن تو کنم آیدی اینجا مهمه که ایالات متحده امریکا رو نباید انتخاب کنن خاطر همین خیلی مشکلاتی دارن که این پوینتای های جدید رو بهش ندادن به خاطر همینه که خیلیا این اشتباه انجام دادن و این کشورشون رو ایالات متحده آمریکا انتخاب کردن به خاطر همینم هم به اونا این پوینتای های جدید تعلق نگرفته خب اینجا گفتم گزینه اولی کشوری که باید انتخاب کنیم اگر این گزینه دومی هم زبان می باشد که شما چه زبانی انتخاب می کنید و این گزینه سومی هم تاریخ و روز و ساله باید همش رو پر کنیم انتخاب کنیم چی تاریخ و روز و ما انتخاب میکنیم و این پایینم که هست همینطور که شما میدید ما باید ایمیل آدرس رو وارد کنیم و این پایین هم که شما میبینید ما باید پسورد ای ایمیل آدرس رو وارد کنیم خب خاطر این کار من میرم همه این کارها رو انجام میدم تا ببینیم چی اتفاقی میفته بعد میریم میبینیم که باید بعدش چه کارو کنیم خب ما الان شروع میکنیم خب دوستان من همه این لیست و همه چیزی که لازم داشت پر کردم هر چیز خاص اینجا نویشم و انجام شدم الان به شما میگم که چی و چی هست و چی نویشم و چی ننویشم خب اینجا همونطور که معلومه کشوره که تو ادم بعد اینجا هم ماهه اینجا هم روزه و اینجا هم ساله اینجا هم که ایمیل آدرس همه که خطی خط بلند قرمزه و پایینش هم رمزشه همینطور که شما میدونید این پایین دو تا تیک هست و این تیک, تیک ها رو باید روش کلیک بکنیم که پر بشه و همچنین این پایینی رو این هر دو تاش باید همچین چیزی بشه و روش تیک بزنیم که همه چیز رو تایید کنیم و بعدش ما میریم پایین ببینیم چه اتفاقی میفته چی وجود داره اون پایین خب دوستان اومدم پایین و اینجا دو تا گزینه وجود داره که ما باید روی این گزینه قرمزه اینجا روش کلیک کنیم خب دوستا رو این گزینه کلیک کردیم و الان داخل بخش دیگه ای میشه خب دوستا ما اومدیم تو این بخش همینطور که شما میبینید اینجا یه گزینه برام اومد این که اینجا این علامت کلیدم هست نظرم سوال کرده که شما میخواید که این ایمیل همون پسوردتون تو گوگلتون ذخیره بشه یعنی من رو اسپارا اینجا کلیک میکنم که بله این پسوردم اینجا ذخیره بشه چون یه زمان ممکنه من یادم برم و میتونم راحت برم تو حساب گوگلم و این پسوردمو از اونجا راحت پیدا کنم خاطر همین کار من باید کلیک کنم رو گزینه سبز خب دوستان من رمزم هم ذخیره کردم الان اومدم تو همین بخش اومدم پایین و این گزینه next رو باید بزنم تا بریم تو بخش بعدی اینجا من باید کلیک کنم خب دوستان من اون گزینه کلیک کردم اومدم تو یکی بخش شدم و اینجا تو ایمیل هم یک کودی میاد که من اون کود شش رقمی و اینجا وارد کنم بعد گزینه نیکس رو دوباره روش کلیک کنم خب دوستان همینطور که شما میدید اون کود تو ایمیل هم فرستاده شد من اون کود گرفتم اینجا وارد کردم و الان باید رو این یکی کلیک کنم و برم تو بخش بعدی بله دوستان این اکانت هم رو کنم ایدی سیف شد و الان من باید این گزینه اوکی کلیک کنم و برم داخل اکانتم بشم خب همینطور که شما میبینید اونجایی که اول تازه میخواستم رو کنم ایدی اکانتم رو سیف کنم گفتم اینجا یه تیگی میخوره که یعنی معلومه ما اکانتم رو کنم ایدی سیف هست نگاه کنید این تیگ الان به وجود اومد اینجا اولش این تیگه نخورده بود از داخل بازی که رفتیم ولی الان چون اکانتم رو کنم ایدی سیف شد این تیگه اینجا خورد و معلوم الان که من اکانتم رو کنم ایدی سیف هست من الان بخوام این اکانتم رو هر موبایل دیگه ای که بخوام باز کنم میتونم از طریق همین کنم ایدی که الان وارد کردم ایمیل هم وارد کنم و پسوردشو بزنم میتونم تا هر گوشی دیگه این اکانتم رو باز کنم خیلی راحت و به همین سادگی امیدوارم از این آموزش از این هم خوشتون اومده باشه و ممنون که ما رو دنبال میکنید و منتظر ویدیوهای آموزشی بعدی هم باشید وقت همگی شما خوش برای اینکه ما اینو مطمئن بشیم که این اکانت ما اینجا ساخته شده برای شما نشون بدم من الان اه اه میرم داخل اکانتم و شما ببینید که اکانتم درست شده و رکنم ایدیم سیف شده خب برای این کار ما میریم داخل بازی نگاه کنه شما اکانتم از همونجا شروع شده ما میاییم اینجا دوباره میریم اینجا اینجا ببینید وقتی ما داخل اکانتمون رو, رو کنم ایدی سیف کنیم یه جایزه به ما میده که 250 تا سیکه باشه. قبلا 250 تا بود الان رو نمیدونم شاید هم نگاه کنه شما بله این 250 تا سیکر هم به هم جایزه داده چون که ما رو کنم ایدی سیف کردم اینجا نگاه کنید الان من دیویس پنجا تا سیکرم میگیرم برم که آیکونیک های بارسا رو بگیرم که هر ستاشون عشق برا من هر تاشون رو دوست دارم خب به همین سادگی اکانت من رو کنم آیدی سیف شد ما دوباره برای امتحان میریم ببینیم که اکانت من رو کنم آیدی سیف هست یا نیست میریم دوباره همون جایی که تازه شروع کردیم اینجا میریم کلیک میکنیم روش و باز هم همین گزینه سمت چپیه گزینه اولی رو انتخاب میکنیم کلیک میکنیم داخلش و میریم بله شما میبینید که اینجا این تیک خورد یعنی قبل از اینکه من اکانت رو سیف کنم این تیک اینجا وجود نداشت من الان شما هایی که نمیدونید اکانتتون رو کنم آیدی یا رو گوگل پلی سیف هست شما میتونید برید تو همین بخش و اینجا ببینید این تیک اگر رو گزینه پایینی که منظورم اینجا هست اگر این تیک اینجا خورده بود که اکانتتون اکانتیتون رو کنه می آیدی سیف هست ولی اگر این تیک این بالا خورده بود اینجا منظورم ببخشید اینجا خورده بود یعنی اکانت شما رو گوگل رو گوگل پلی شما سیف هست و دیگه ارزه نمونده خیلی ممنون از همراهی شما امیدوارم که همیشه شاد و موفق باشید. وقت همه همگی شما عزیزان خوش. خدا نگهدار.